تلاش ها برای زنان و دختران روستایی و عشایر، اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری دستگاه های اجرایی، اسناد استانی ارتقاء وضعیت زنان و خانواده، مطالعه بومی و لحاظ شرایط موجود دختران و زنان روستایی و عشایر در برنامه اجرایی نتیجه محور بر اساس عدالت جنسیتی در 31 استان، تولید محصولات کشاورزی سالم و دارای گواهی استاندارد. در این طرح طی 3 سال با آموزش 450 تسهیلگر، 46200 زن روستایی و عشایر، تولید 449 محصول سالم و 400 محصول دارای گواهی استاندارد را به انجام رساندند. هدف علاوه بر ترویج تولید و مصرف محصولات کشاورزی سالم، جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و توسعه کسب و کار خانوارهای روستایی و عشایری بوده است. ایجاد باغچه‌های سلامت خانگی. بانوانی که در طرح محصولات سالم آموزش دیدند، در باغچه‌ها و مزارع کوچک خود اقدام به تولید کرده و با پیگیری این الگو طی 2 سال اخیر 20,000 باغچه خانگی زنان روستایی و عشایری ایجاد شده و بیش از 262,000 نفر از بانوان آموزش دیدند. تولید گیاهان دارویی. با رشد استفاده از ترکیبات گیاهان دارویی در صنایع و نیاز به مواد خام استاندارد، موضوع توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در این حوزه مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس از سال 96 تا 99 با آموزش 200 تسهیلگر 15,000 زن روستایی و عشایر آموزش دیدند و 202 سایت تولید گیاه دارویی در کشور ایجاد شد. حمایت از ایجاد صندوق‌های اعتبارات خرد زنان. از 3400 صندوق اعتبارات خرد زنان کمک به ایجاد 1900 صندوق برای رونق معیشت و تولید هزاران خانواده روستایی و عشایر. امضای 7 موافقتنامه با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نهضت سواد آموزی به منظور تدوین بسته عملیاتی بازگرداندن دختران بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل به تفکیک شرایط استانی، آموزش‌های ویژه مناطق روستایی استان کوهکیلویه و ابای رحمت، حمایت از توسعه سواد آموزی با تولید محتوای آموزشی 12 کتابچه ویژه زنان و دختران روستایی و عشایر، آموزش و توانمندسازی 2200 مربی و آموزش 17800 کم سواد یا بازمانده از تحصیل روستایی در 12 استان کشور، آموزش و توانمندسازی 1700 مربی و آموزش 1300 کم سواد یا بازمانده از تحصیل عشایری در 14 استان کشور، آموزش و توانمندسازی 2000 مربی آمادگی جسمانی و پیلاتس، کمک به اجرای برنامه ملی سنجش ساختار قامتی و آموزش حرکتی دختران روستایی و عشایری 31 استان، شناسایی و اصلاح حداقل 19 ناهنجاری اسکلتی عضلانی ناشی از فقر حرکتی یا عادت‌های نادرست حرکتی، اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی. بیش از 1650 زن سرپرست خانوار در روستاهای استانهای مختلف از مرحله آموزش تا اتصال به بازار تحت پوشش قرار گرفتند. به منظور رونق مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی، ارائه پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها به محصولات کشاورزی، ارائه شیوه نامه ثبت اظهارنامه انطباق در حوزه مشاغل خانگی، صدور 300 پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها برای محصولات کشاورزی طی 2 سال اخیر، اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار و زنان کارآفرین روستایی و عشایری. در سال جاری 10 میلیارد تومان وام قرض الحسنه 5 تا 20 میلیون تومانی برای فعالیت کارآفرینی و اشتغال به زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر در سراسر کشور تعلق گرفته است.
ایجاد دو مدرسه برای دختران بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان و تجهیز و توسعه دو مدرسه در روستاهای خراسان شمالی، برگزاری بیش از 130 کارگاه آموزشی، توانافزایی در حوزه کارآفرینی و اشتغال، کمک به ایجاد 20 باب خانه بومگردی و گردشگری، توسعه سازمان‌ها و تعاونی‌های محلی و صندوق‌های اعتبارات خرد زنان، حمایت از کارآفرینان، شناسایی بیش از 120 بانوی کارآفرین در روستاها و دعوت از آنها برای شرکت در انتخابات زنان کارآفرین برتر بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. تاکنون 70 بانوی روستایی توانستند از این طریق آراء جوامع محلی خود را کسب کنند. به برگزیدگان ضمن تقدیر تسهیلات مالی توسط صندوق کارآفرینی امی و بانک توسعه تعاون تعلق گرفته و آموزش‌های مرتبط برای پیشرفت کار مانند نحوه فروش مجازی یا شرکت در فعالیت‌های هم‌افزایی و شبکه‌ای ارائه می‌شود. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده.